گلاسیا سلام، امروز میخوایم خلاصه فیلم انانیمس انیمارز رو با هم ببینیم که یکی دیگه از فیلمایی با مضمون ترس و روانشناختیه. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید، چون برای شما نه هزینه‌ای داره نه وقتتون رو میگیره، ولی توی آینده کانال من خیلی تاثیر میذاره. طبق معمول قراره این فیلم کامل اسپویل شه، پس آخرش بهم پوش ندید. فیلم با نمایش مرد نیمه برهنه شروع میشه که توی جنگل با زنجیر مثل حیوانا بسته شده. رفتار این مرد مثل سگای نگهبانی که یه مدت تنها بودن و کلا حال خوبی ندارن. این مرد سعی میکنه زنجیرشو باز کنه، ولی بعد کلی تلاش ناموفق خسته میشه و میفته زمین. وقتی برمیگرده رد کلی شلاق و زخم روی کمرش میبینیم. بعد از خستگی گوشه جاده میشینه و با ناامیدی اطراف رو نگاه میکنه. کم کم هوا تاریک میشه و یه ماشین داره از جاده رد میشه که مرد از ترس نفس خودش رو یکم نگه میداره و وقتی ماشین از کنارش میگذره نفس راحت میکشه. ولی دو کمتر از چند ثانیه راننده ماشینش رو دور میزنه و کنار مرد میسته. این مردم وحشت میکنه و سعی میکنه خودش رو رها و فرار کنه، ولی بازم موفق نمیشه. وقتی راننده پیاده میشه متوجه ظاهرش میشه که شبیه به سگاست. تو این دنیا حیوانات جای آدما رو گرفتن. سگ انسان اما به سمت مرد میاد و وحشت توی چهره اون هزار برابر میشه. همین لحظه سکانس تغییر میکنه و چند نفر رو میبینیم که یواشکی توی جنگل دارن قدم میزنن. این آدما مثل خرگوشایی ان که از شکارچی فرار میکنن. وحشت کردن و مدام جای خودشون رو تغییر میدن. اونا هیچ صدایی از خودشون در نمیارن تا لحظه ای که یکیشون اتفاقی پاشو روی شاخه میذاره و باعث پخش شدن صدا توی جنگل میشه. همین لحظه صداهای عجیبی به گوشش میرسه و کمتر از چند لحظه حیوان انسان نمای دیگه ای رو میبینیم که پشت این مرد بیچاره ظاهر میشه. ترس و وحشت رو توی چهرهش میبینیم تا دوباره سکانسمون تغییر میکنه. این بار ماشین رو میبینیم که آدمایی که زندانی شدن رو به جای نامعلوم میبره. زندانیا حالا هیچ امیدی ندارن و از ظاهرشون ترس و وحشت میباره. بالاخره این زندانیا به محلی که مثل یک کارخونه مخروب است میرسن. در نهایت تلاشی که این آدما میکنن تا از زنجیر رها بشن، اونا رو به صف میکشن و وارد کارخونه ای که یک سلاخ خونه است میکنن. وقتی به قسمت بعدی کارخونه میرسن، یه بوفالوی وحشتناک قصاب اونجا خودشو نشون میده و باعث داد و فریاد آدما از وحشت میشه. رفتار و ظاهر این بوفالو دقیقاً مثل قصابایی که بارها تو جاهای مختلف دیدیم که حیونا رو سلاخی میکنن. دوباره سکانس عوض میشه و همون مرد اول فیلمو میبینیم که اون سگ با خودش به یه خونه بردتش. مرد توی خونه وحشت کرده، در حالی که سگ کاملا آرومه، حتی داروهای میاره تا زخماش هم درمون میکنه. انقدر رفتار این سگ برای مرد عجیبه که از فشار دارویی که روی کمرشه و مهربونی سگ گریه میکنه. دوباره سلاخ خونه رو میبینیم. بوفالو داره پشت سر آدمای وحشت زده میاد و چاقوی سلاخیش تو دستشه. همون مردی که تو سکانس دوم دیدیم توی جنگل بود، حالا توی کارخونه است و سعی میکنه از بوفالو فرار کنه، ولی موفق نمیشه. لحظه ای که راهی برای فرار رو پیدا میکنه، بوفالو بهش یه ضربه محکم میزنه که باعث مرگ در جای اون میشه. بعدم جنازه‌اش از اونجا بیرون میبره، در حالی که بقیه آدما رو توی طویل زندانی میکنه. توی قسمت دیگه ای از سلاخ خونه، اسبی رو میبینیم که داره استخون بدن آدمای سلاخ شده رو خورد میکنه. بوفالو اون مردی که تازه کشته شده رو هم براش میاره و اسب اونم به تیکه های گوش اضافه میکنه. با آدمای زندانی شده توی طویل برمیگردیم که یکی از دخترها سعی میکنه از اونجا در بره. سر و صدا باعث میشه بوفالو شک کنه و به طویل برگرده. همه جا رو میگرده، ولی دختر با قایم شدن ازش خودش رو پنهون میکنه. این در حالیه که بوفالو یکی از دوستای این دختر رو به عنوان قربانی بعدی انتخاب میکنه و این دختر صدای زجه زدن و ذبح شدن دوستش رو از نزدیک میشنوه و هیچ کاری انجام نمیده. خیلی آروم خودش رو به در طویل میرسونه و وقتی میخواد فرار کنه متوجه صدای زیاد و قفل بزرگ در میشه. این در حالیه که بوفالو با حس شنوا و یه فوق‌العاده‌اش متوجه قضیه میشه و به سمت در میره. دختر سری خودش رو قایم میکنه و به سمت در دیگه میره، ولی همون لحظه با اسب مواجه میشه. بوفالو هم به اتاق میاد و دختر فکر میکنه این آخرین لحظه زندگیشه، ولی اسب جلوی بوفالو وای میسته و نمیذاره آسیبی به دختر بزنه. اینجا فکر میکنیم که اسب یه شخصیت مهربون داره و در اصل کارهای اصلی سلاخ‌خونه رو خودش میگردونه. حالا دختر رو همراه خودش به بیرون از اتاق میبره، جایی که هر دو به سمت در خروجی خیلی آروم قدم میزنن. چند قدم مونده که دختر برای همیشه خارج شه که اسب با یه ضربه اونو در جا میکشه. جور دیگه بخوام بگم، این اسب معتقده که اگر انسانها رو در لحظه که برق امیدواری تو چشماشون بکشی، گوششون لذیذتره. خیلی آشناس این حرف نه؟ شبیه کاری که ما با گوسفندا قبل از سربریدنشون میکنیم. اگه شنیده باشید میگن که گوسفند نباید موقع مرگ بترسه، به خاطر اینکه گوشش بدمزه میشه. اسب بدن بیجون دختر رو به قسمت دیگه میبره و با آرومی گوشت اون رو به تیکه‌های خیلی کوچیک خورد میکنه. بعدم تیکه‌ها رو بسته‌بندی میکنه و برای فروش توی ماشینش میذاره. بعد اسب با ماشینش حرکت میکنه و چیزی طول نمیکشه که به کلبه همون سگی که قبل تردیدیم میرسه و گوشت تازه رو در قبال پول بهش تحویل میده. سگ گوشت رو به داخل میاره.
ظرف غذا میریزه و جلوی مرد پرت میکنه. مرد گشنه هم که هنوز باورش نشده یه سگ اینقدر مهربون باشه و اذیتش نکنه، بدون فکر به هیچ چی به سمت غذا میره و شروع به خوردن گوشت انسان میکنه. همون مرد رو میبینیم که عقب ماشین نشسته که سگ پشت فرمونشه. حالا لباسای گرم تنش کرده و خیالش راحته چون به این سگ اطمینان کامل داره و فکر میکنه میخواد ازش مراقبت کنه. نصف شب به این مکان مخروبه میرسن. سگ مردو به زیر زمین میبره و به زنجیر میکشه. با گذر زمان سگای دیگه دونه دونه به زیر زمین اضافه میشن تا اینکه یکیشون زنجیر مرد رو میگیره و به وسط زیر زمین میکوبه. اینجا میبینیم که تعداد دیگه ای هم از حیوانات دور تا دور مرد وایسادن دارن تماشاش میکنن. اون اسب سلاخ خونه هم یه گوشه وایساده داره سیگار میکشه. آره سیگار میکشه اسب. سگا دور یه بز جمع میشن و شروع به شرط بندی میکنن. همون لحظه یه گرگ وارد زیر زمین میشه و دستش زنجیریه که به یه مرد نیمه برهنه و وحشی دیگه وصل شده. اون مردم توی زیر زمین به زنجیر کشیده میشه و با مرد قبلی چشم تو چشم میشن. مرد وحشی صورتش خونی و معلومه که آدم خیلی هاریه. اینجا یه مکان شرط بندیه که آدما رو به جون هم میندازن تا همو بکشن و سر برنده شرط بندی میکنن. جنگ شروع میشه و شاهد دعوای وحشیانه بین این دو تا آدمی، در حالی که حیوانات دیگه تشویقش میکنن و با ذوق دعوا رو میبینن. مرد اول سعی میکنه چند بار فرار کنه ولی جلوشو میگیرن و اونو به وسط برمیگردونن. وقتی که حیوانات دیگه ترسو بودن مرد اول رو مشاهده میکنن، به سمت سگ میرن که اونو نجات داده و شروع به دعوا و کتک زدنش میکنن. در همین لحظه مرد که مثل یه سگ وفادار به صاحبش علاقه داره، میدوه سمت سگ و کسایی که اذیتش میکنن و ازش دور میکنن. بقیه حیوانا از این رفتارش عصبی میشن و اونو رو زمین نگه میدارن. گرگ یه تبر برمیداره و بدون مکس سر اونو از تنش جدا میکنه. سکانس بعد برنده مسابقه رو میبینیم که حالا به سلاخ خونه برده شده. اون با کنجکاوی اطرافو میبینه و با دیدن راه خروج سریع ازش در میره. همین لحظه گوزن رو میبینیم که تفنگ دستشه و دنبال شگار میگرده و بارها از اول فیلم صحنه‌ای ازش رو دیدیم. با شنیدن صدای پای مردی که از سلاخ خونه فرار کرده، سری گوز دنبالش میره تا شکارش کنه. تعقیب و گریز گوز شکارچی و آدم بیگناه شروع میشه. تو آخرین لحظه فیلم صدای شلیک میاد و میبینیم که همه چیز به حالت عادی خودش برگشته و شکارچی همون آدم خودمونه و گوز کسیه که داشته فرار میکرده. این فیلم بدون داشتن حتی یه دونه دیالوگ بار معنایی هزار تا فیلمو به دوش میکشه و به ما نشون میده اگه دنیا برعکس میشد چه عذابایی رو باید مثل حیوانات تحمل میکردیم. حتی خیلی از بیننده های این فیلم اعلام کردن که تماشای اون باعث شده به گیاهخواری روی بیارن و حیوانات خونگیشون هم آزاد کنن. نظر شما راجع بهش چیه؟ حتما برامون بنویسید. رفقا لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گیلاسی.